همه عزیزان جلسه اول دوره مدیریت ریسک رو در خدمت شما هستیم میدانید که در کلینیک اقتصاد بنای ما این هست که مطالب بروز اقتصادی رو مطالب علمی رو در خدمت شما ارائه بدهیم معمولا دوره های ما بروز و جامع هست همین مسئله همین ویژگی رو در دوره مدیریت ریسک هم خواهیم داشت دوره ای رو برای شما آماده کردیم که مجموعه از تک دوره ها هست دوره اول روی معاملات سلب و معاملات آتی تمرکز پیدا میکنیم هر آنچه که در دنیا شما نیاز دارید برای در مورد معاملات سلب معاملات آتی بدانید انشاءالله در خدمت شما ارائه خواهیم داد علاوه بر این در این دوره مقدمه مدیریت ریسک یا ریسک منیجمنت رو خدمت شما ارائه خواهیم داد از سه منبع کلاس رو اداره میکنم بایی که خود من یک زمانی کتاب رو ترجمه کردم کتاب های هست که کتاب آی اسمیتسون بسیار کتاب جامعی هست لحظه اجازه بفرمایید مثل این که بعضی از دوستان میکروفونشون باز هست بله کتاب آی اسمیتسون هست که منابع خیلی خوبی داره چرا کتاب آی اسمیتسون با اینکه خیلی قدیمی هست کتابی هست که 23 سال پیش آخرین باری بوده که این کتاب تجدید چاپ شد چرا این کتاب رو ما خیلی روش تاکید میکنیم دلیلش این هست که تعداد زیادی کیس استادی این کتاب داره یعنی مدیریت رو به صورت کاربردی خدمت شما ارائه میدیم خب این مسئله خیلی مسئله مهمی هست که ما فقط بنا نداریم در کلینیک اقتصاد فقط مطالب علمی رو خدمت شما ارائه بدیم همیشه هم به من بر این بوده که مطالب علمی رو در قالب مدل‌های روز کاربردش هم خدمت شما ارائه بدهم خب حالا سوال اینجاست که چرا مدیریت ریسک مدیریت ریسک چیست چرا اینقدر مهم هست ما اگر از افرادی که حتی فعال بازارهای مالی هستند فعال کسب و کار هستند اگر شما بپرسید که مدیریت ریسک آیا نیاز دارید یا نه احتمالا حتی اسم مدیریت ریسک هم نشنیدند اما ما میدانیم که یکی از رشته های مورد اقبال عمومی هست و درامت های خیلی بالا داره همین مدیریت ریسک است یعنی در زمانی که من در واقع دکترای اقتصاد رو میخوندم و همزمان MBA فایننس رو هم شروع کردم که بعدا یک زمانی بنده رو مخیر کردن بین دکترای اقتصاد و ام بی فایننس از دانشگاه ویرجینیا تک من ترجیح دادم ام بی فایننس رو دریافت کنم دلیلش هم این بود که استاد من در دانشگاه فایننس آقای دانچنس بود دانچنس اون زمان نفر اول ریسک منیجمنت دنیا بود بنابراین مطالبی که خدمتتون عرض می‌کنم بالاخره از یک پشتوانه علمی برخوردار هست این رو بدانید اما علاوه بر این ما سعی میکنیم که تا اونجایی که بتوانیم به بازار روز به مطالب روز نزدیک بشویم و به شما نشون بدیم که این مطالب کجاها کاربرد داره ببینید بحث مدیریت از اونجا آغاز شد که در گذشته تصور افراد این بود که هر چقدر قدرت پیش بینی بالاتر داشته باشن موفق ترند. الان در ایران میبینید که تعداد زیادی افراد هستند دانایان یعنی نه نادانان دانایان در تلاش هستن برای پیشگویی و پیش بینی و شما خودتون مستحثر هستید از دوستانی که چند سال از بنده رو میشناسن میدونید که بنده چقدر در مورد پیش بینی وضعیت آینده چقدر محتاط هستم البته چند ماه پیش سمیناری برگزار کردیم که خدا را شکر سمینار خیلی موفقی بود و اگر هم باز امکان باشه مخصوصا در شهرستان ها من اعلام آمادگی میکنم که حضور پیدا کنم و این سمینار رو برای ایرانیان خارج از کشور یا برای شهرستان ها میشالله این سمینار رو برگزار کنیم در مورد روند های بلند مدت جهان ما یک صحبت هایی رو داشتیم مثلا اینکه کامادتیا کدام یک از کامادتیا احتمالا در ده بی سی سال آینده احتمالا تقاضای بیشتری براشون هست مثلا طلا هست مس هست نیکل هست یا اورانیوم هست اینها کامودیتی هایی هستن که احتمالا در آینده افزایش قیمت داشته باشن تا حدی آینده که ما عرض می کنیم منظور ده سال و 20 سال آینده هست خب یک چنین پیش بینی های هم میشه انجام داد ولی ولی بدانید که اقتصاددانان نه فقط در ایران بی آبرو بودند و هستند که در دنیا هم بی آبرو بودند دقت میفرمایید ولی یک درسی گرفتن بارها و بارها پیش آمد که اقتصاددانان یا افرادی که خودشون رو در واقع فعال بازارهای مالی میدانستند پیش بینی هایی کردن که در عمل این پیش بینی ها کاملا نادرست درآمد. من مثال مشخصش رو زمانی که در سیتی بانک بودم سال 2006 که وارد سیتی بانک شدم من خیلی گزارش های متعددی در مورد روند های بازار رو دریافت می کردم و می خوندم چون مخصوصا سال 2006 تا 2007 بنده مسئولیت در واقع تشکیل پورتفوی برای افراد های نتورت برای افراد ثروتمند رو داشتم بنابراین باید کاملا با شرایط اقتصادی آشنا می شدم تمام این ریپورت هایی که من خوندم این گزارش هایی که خوندم حتی یک مورد در اون سال پیش بینی نکرده بودند که ممکن هست که قیمت نفت به 140 دلار برسه حتی یک مورد نبود که پیش بینی گریت یا گریت ریسشن رو اون زمان البته گریت ریسشن بود که در واقع بحران مالی جی اف سی گلوبال که در سال 2008 اتفاق افتاد رو من ندیدم پیش بینی کرده باشند البته هم همه بود در گوشی افراد صحبتهایی رو رو میکردند ولی حالا در ایران هنوز باب هست در ابتدای هر سال افرادی جمع میشن سمینارهای برگزار میکنن در مورد وضعیت سال آتی هیچ وقت هم کسی نمیادشون به پرسه که حالا سال بعد چقدر از پیشبینی های شما درست در آمد. خود بنده بعض وقتا که پیشبینی هایی داشتم از گات, فیلینگ بوده یعنی یعنی یک وقتایی ما یک حدسی میزنیم یک گستیمیتی داریم دقت میفرمایید هر بارم پیش بینی داشتم عرض کردم خدمتتون که من نمیتونم به طور قاطع بگم که بتونم پیش بینی درستی داشته باشم بله ما در مورد سال 99 وقتی که حباب در بازار شکره بنده با قاطعیت ارز کردم که این حباب هست و از بازار باید خارج بشید یا مثلا در مورد کریپتو بالاخره من پیش بینی سیاست انقباضی رو می کردم و اون زمان میگفتم که در واقع عرض کردم که هر ماه ده درصد دارای کریپتوتون خارج بشید یعنی در ده ماه سعی کنید تقریبا کامل خارج بشید یا تا حد زیادی خارج بشید حالا ما اینا رو بیایم مثلا ال... چیز کنیم پلاکارد بگیریم که سعدوندی درست پیش بینی کرد نه عزیز من هیچ کس نمیتونه بازارها رو پیش بینی کنه نه سعدوندی میتونه بازار رو پیش بینی کنه نه گلبنسکس ساکس میتونه پیش بینی کنه نه سیتی بانک میتونه پیش بینی کنه همه با یک درجه احتمال احتمال پیروزی یا خطا میتوانند در مورد بازار اظهار نظر کنند دقت میفرمایید هر... هر کسی با یک درجه در واقع خطا می تواند پیش بینی کند اگر کسی باشد مثلا در واقع افرادی که در بازارهای بزر... در بازارهای جهانی حضور دارند در بازارهای مالی بین المللی حضور دارند اینها افرادی هستند که شاید بالای 50 درصد درست پیش بینی می کنند پس ببینید بزنس پیش بینی تا حد زیادی شکست خورد در دنیا بزنس بود بزنس پیش بینی دقت می فرمه. شکست خورد در دنیا چه جاش رو گرفت مهندسی مالی فاینانشال انجینیرینگ یا مدیریت ریسک جای پیش بینی رو گرفت یعنی فرد به این نتیجه رسید یا به این نحله این فعالان بازارهای بین المللی در نهایت به این نتیجه رسیدن که آقا ما در بازارها به خصوص بازارهای کارا بازار کارا مثل کجا دوستان مثالی دارید بازار کارا مثل چی نه, نه در اینستا کسی نویسه آفرین بازار فارکس بازار فارکس یکی از با... ن... ن... کاراترین بازار هست. بازار باند یکی از با... کاراترین بازار هست. دقیق میفرمایید در یک چنین بازارهایی اگر شما اومدید تلاش کردید که پیش بینی داشته باشید خب شکست خیلی شکست مفتزهانه خواهد بود خیلی از افراد هم امتحان کردن دیدن ولی ولی در نهایت یک جمع جو جمعی شکل میگیره که افراد برداشتشون هست که من اشتباه کردم یا این بار بود که اشتباه شد نه اینکه استراتژی من غلط بوده اتفاقا داره تاکید میکنه روی مسیر سابق خودش این اشتباه بزرگه در بازارهای بین المللی به این نتیجه رسیدن که ما نمیتوانیم وقایع رو پیش بینی کنیم خب دوستان عزیز دقت بفرمایید این بزنس ایرانی ها این بیزینسی که ما داریم که سعی میکنیم پیش بینی بکنیم و دنبال افرادی هستیم که قدرت پیش بینی داشته باشند این بزنس رو توصیه اکید خدمت شما میکنم این بزنس رو کنار بگذارید این بزنس رو کنار بذارید این یک نوع بزنسه یک نوع روش پول در آوردنه دقت میفرمایید البته این سمینارهایی که در ایران برگزار میشه من خیلی وقتا واقعا تحسین میکنم ها حالا فکر نکنن ما مثلا رقابت داریم و مثلا حس رقابت و حسادت و این هست مطلقا چرا بسیاری از این سمینارها جنبه آموزشی داره و بسیار ارزشمنده از اون نظر خیلی خوبه ولی بدانید باید در همون سمینار در ابتدا گفته بشه که آقا ما پیامبر نیستیم حتی پیامبر هم پیامبران هم معلوم نیست که علم غیب داشته باشند یعنی این بالاخره یک بحثی است حالا دیگه آه آه سایر مردم که جای خود دارن. و اگر افراد به این برسند تغییرات خیلی خیلی جدی به وجود خواهد آمد رویکرد زندگی شما تغییر خواهد کرد ما در کلینیک اقتصاد بنا داریم اندیشه مدرن رو خدمت شما ارائه بدهیم اقلانیت رو خدمت شما ارائه بدهیم اگر نمی توانید پیش بینی بکنید شما در نهایت باید بپذیرید که نمی توانید بپذیرید که دامنه نوسانات قیمت ها در اقتصاد در اختیار شما قرار ندارد من نمونه های از پیش های موفق خودم خدمتتون عرض کردم اجازه بدید چند تا ناموفق خدمتتون عرض کنم سال 99 بنده پیش کردم حباب باشه این حباب تا سال 1400 ادامه پیدا کرد ما در تیر 1400 اعلام کردیم که حباب تموم شد و ریزش تمام شد و بازار میتونه برگرده بازار برگشت بازار برگشت اما متاسفانه بله بازار برگشت اما متاسفانه ام بعد از دو سه ماه یعنی از ماه مرداد 1400 به بعد شما دیدید که بازار یک ریزش شدیدی رو تجربه کرد چرا ریزش رو تجربه کرد چون شرایط تغییر کرد شرایط چگونه تغییر کرد دولت به شدت شروع کرد به اوراق فروختن خود من که سالها توصیه کرده بودم به خرید اوراق بنده کمپین ها را انداختم هزینه ها داده بودم برای فروش اوراق در اون زمان به منتقد فروش اوراق تبدیل شدم چرا چون به قدری در واقع این حجم اوراقی که ارزش شد زیاد بود که بازار دچار مشکل جدی شد نمونه های دیگر شما ملاحظه جنگ اوکراین که صورت گرفته یا شرایط امروز دنیا رو که شما در نظر میگیرید در نهایت به این نتیجه می رسید که بازارها رو تا از یک حدی بیشتر نمیشه پیش بینی کرد و همیشه وقایع اتفاق میفته که افرادی که صدمه میخورن میگن بخت بد ما شانس بد ما در حالی که به جای اینکه به شانس بپردازیم بهتر این هست که خودمون را آماده کنیم برای برای شرایط نامطلوب شرایط ناگوار دقت میفرمایید پس این هست که شما نیاز دارید به یک سری ابزارهایی که بعدها ما متوجه شدیم که این ابزارها که تحت عنوان ابزارهای مدیریت ریسک میشناختیم ما متوجه شدیم از پیچیدگی بسیار بالایی برخوردار هستند بنابراین علم مدیریت ریسک که در ابتدا تحت همین عنوان ریسک منیجمنت شناخته میشد علم مدیریت رزیس بعدها تحت چه عنوانی شناخته شد تحت عنوان فاینانشال انجینیرینگ شناخته شد انجینیرینگ شما میدونید یک مهندس چه میکند یک مهندس طراحی میکنه محصولات جدید به وجود میآورد فاینانشال در فاینانشال انجینیرینگ هم محصولات جدید به وجود میآورند چه محصولاتی رو در فاینانشال انجینیرینگ یا در مهندسی مالی به وجود میآورند معمولا ابزارهای مدیریت ریسک نکته مهم در اینجاست که اگر شما ابزار مدیریت ریسک داشته باشید می توانید در بزنس خودتون بسیار موفق تر باشید مثال میزنم خدمت شما شما دسترسی به مثلا تراکتور دارید زمین زراعی دارید یک سری زمین بایر در کنار زمین شما قرار داره شما مثلا در سالهای گذشته تجربه خوبی در کاشت گندم پیدا کرده بودید خب حالا سوال اینجاست که امسال چقدر گندم شما حاضر زیر کشت ببرید سطح زیر کشت چقدر باشد ببینید این سوال خیلی سوال مهمیه برای هر کشاورزی این سوال سوال ارزشمند و مهمی برای هر, هر, کشاورزی این مهم حالا مسئله اینجاست که اگر شما اگر این کشاورز مطمئن باشه که محصولی رو که محصولی رو که برداشت خواهد کرد از همین الان در یک قیمت مطلوبی بتواند به فروش برساند احتمال اینکه کشاورز سطح بسیار بالاتری رو زیر کش ببره خیلی زیاده خیلی بالاست برعکس اگر کشاورز نااطمینانی داشته باشه نسبت به قیمت محصول در چند ماه آینده قطعا سعی میکنه که بره به سمت کاست منیجمنت بره به سمت کاهش هزینه ها بنابراین سطح زیر کشت رشد نمی کند یا به تدریج رشد می کند مگر اینکه کشاورز بداند که در زمان برداشت محصول با چه قیمتی می تواند این محصول رو به فروش برساند اتفاقاً اولین ابزارهای مدیریت ریسک در همین بازارهای کشاورزی ایجاد شد مثلا برخی معتقدند که اولین معاملات آتی مثلا روی برنج بوده در ژاپن یعنی ژاپنیها مثلا روی برنج می اومدن معاملات آتی رو در واقع رواج میدادند یا یک نوع معاملاتی تحت عنوان معاملات سلف در فقه اسلامی هست که نشون میده که این با سلف خری مثلا به چند هزار سال پیش برمیگشته حداقل 1400 سال پیش برمیگشته البته اون سلفی که اون سلفی که در فقه اسلامی مطرح شده با سلفی که در دنیای مدرن بعدها مطرح شد متفاوته و و اینو حالا ما بعدا اگر فرصت شد خدمت شما عرض خواهیم کرد خب پس ببینید در این بازارهای کشاورزی ببینید روی کرد افراد به شدت تغییر میکنه اگر اگر بتوانند ریسک قیمتی خودشون رو تا حد زیادی پوشش بدهند میروند به سمت توسعه میروند به سمت پیشرفت میروند به سمت افزایش تولید اگر اطمینان پیدا نکنند رفتار کاملا رفتار در واقع دگرگونی خواهد بود کاملا رفتار متفاوتی خواهد بود خب این من امیدوارم که این مایندست و این نهضت طرز فکر انشالله جا افتاده باشه. پس به نفع شما هست در هر بزنس در هر کسب و کاری که قرار دارید از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید به یک سود معقولی به یک حاشیه سود معقولی بسنده کنید ولی در مقابل حجم فروش خودتون و حجم تولید خودتون رو افزایش بدهید این خیلی بیشتر به نفع شما خواهد شد تا اینکه سعی کنید مثلا از افزایش های نسبت به افزایش قیمتهای بازار افزایش قیمتهای روز محصول سعی کنید که در واقع اقدام به سفت بازی یا سوداگری یا پیشبینی کنید ببینید این سفت بازی و سوداگری توش همون مفهوم پیشبینی هست یعنی ببینید یک وقتی کشاورز ببینید چقدر تفاوت داره یک وقتی کشاورز محصولی رو کشت می کند به این امید که در آینده مثلا قیمت بازار افزایش پیدا کنه و سودی کرده باشه وقت دیگری کشاورز محصول رو با یک قیمت از قبل مشخص در ابتدای فصل کشت می فروشد و می به سمت اینکه افزایش حد اکثری تولید داشته باشد ببینید چقدر رفتار متفاوت میشه اصلا ببینید یک سری افراد می توانند در اقتصاد <applause> به دنبال پذیرش ریسک باشند اصلا این افراد میتونن ریسک رو دوست داشته باشند که هیچ اشکالی هم نداره اینها تحت عنوان ریسک لاور شناخته میشن ولی افراد ریسک لاور در کل اقتصاد چند درصد بیشتر نخواهند بود قریب به اتفاق افراد ترجیح میدهند که بیزینس خودشون رو گسترش بدهند و از ریسک هایی که بهشون مربوط نیست اجتناب بکنند شاید شما بفرمایید که افرادی که در تولید هستند نسبت به محصول خودشون بیشتر از بقیه اطلاع دارند بله درسته نسبت به ویژگی های محصول خودشون بیشتر از بقیه اطلاع دارند اما نسبت به قیمت بازاری معلوم نیست که نسبت از بقیه مردم بیشتر بدانند بالاخره بازارها حاصل تعامل و تقابل عرضه و تقاضاست و اینطور نیست که کسی که در بخش تولید فعالیت میکنه نسبت به روندهای قیمتی در واقع آگاهی بیشتری داشته باشه من مثالی رو یادم میاد یک دوستی برای من یک زمانی نقل میکرد میگفت که برادرم در سازمان بورس بود و می گفت که یک آقای اومد گفت که من میخوام سهام بخرم در واقع به سازمان بورس مراجعه کرده به عنوان مدیر مالی که از شرکت های زیر مجموعه. یا مدیر یکی از مدیران عالی یکی از شرکت های زیر مجموعه. تا اونجا که یادم میاد یکی از شرکت های لاستیکی هم بود این مسئله مربوط به حدود 20 سال پیشه میگفت که اومده بود از برادر من پرسیده بود که من چه بخرم چه سهامی بخرم گفته بود که فلان لاستیک شه فلان شرکت لاستیک سازی رو بخر ایشون گفته بود آقا من خودم مدیر عالی همون شرکت هستم شما میگی که مثلا این سهامو بخرم یعنی خب طبیعیه که کسی که اینسایدر انفورمیشن داشته باشه بالاخره بهتر میتونه در واقع تصمیم بگیره و و اینها اون گفته بود که من با این مسئله کار ندارم من میدونم شما ممکنه مدیر اونجا باشید ممکنه از شرایط داخلی شرکت اطلاعات زیادی داشته باشید ولی من نسبت به جو عمومی بازار خیلی آشنا هستم و خدمت شما عرض میکنم فلان سهم رو بگیر اون فردم حالا نمیدونم سهم گرفته بود یا نگرفته بود بعدها اون سهم شاید حدود ده برابر شد در اون مقطع زمانی یعنی سهمی بود که ارزان بود رشد فروش بالا داشت تکنولوژی جدید آورده و طرح توسعه داشت کسانی که داخل شرکت بودن از صبح تا شب داشتن تو سر خودشون میزدن که چگونه این توسعه ها رو به سرانجام برسونن آن که بیرون نشسته بود با خیال راحت نگاه میکرد به این بزمی که به این تلاش گسترده که این عزیزان دارن انجام میدن و میگفت خب این شرکت به نظر من خیلی بیشتر از اینها رشد میکنه بنابراین در دنیای مدرن اون اندیشه این مدرن که خدمت شما عرض کردم اینجا خودشو نشون میده در دنیای مدرن باید برویم به سمت تخصصی کار کردن و تخصصی کار کردن یعنی یک سری از افراد باید در جامعه باشند که به تخصیص بهینه منابع کمک کنند اینا افراد بسیار بسیار ارزشمندی هستند بهشون میگن بورس بازان دقت میفرمه بورس باز در اقتصاد اگر درست عمل کنه به تخصیص بهینه منابع کمک کرده بگذاریم که یک کشوری در دنیا هست که بورس بازش میره سهام فلان شرکت ساختمانی رو میخره با پی بی ای 150 با پی بی با پی بی بعد کمپین را میندازه جریان نقدی رو به سمت این صنعت هدایت میکنه اینها خب بالاخره در جهت تخصیص غیر بهینه منابع دارن حرکت میکنن ولی اگر همین بازار به رقابت برسه اگر اصول بازی رعایت بشه همین افرادی که الان در بازار حضور دارن تمام تلاششون رو میکنن هم مقم خودشون این خواهد بود که چگونه ما در واقع پیش بینی درستی از قیمت ها داشته باشیم از سوداوری شرکتها داشته باشیم در جهت منافع خودمون بنابراین یکی از مهمترین نهادهای اقتصاد مدرن و جامعه مدرن بورس ها هستند در انگلیسی بهش میگیم اکسچنجز یا اکسچنج دقیق میفرماد یکی از مهمترین در واقع نهادها شاید شنیده باشید که در ایران یک نهله اقتصادی اقتصاددانان برخی از اقتصاددانان هستن که نهله اقتصادی رو به وجود آوردن تحت عنوان نهادگرایان این نهادگرایان معتقدند که باید اول نهادهای مدرن در اقتصاد به وجود بیاد وقتی میپرسید نهاد مدرن در اقتصاد چیه اون وقت خیلی وقتا سکوت میکنند خب نهاد مدرن یکیش قوه قضاییه مدرنه تفکیک قواست دقت میفرماید کانون وکلای مستقله منطقه کانون وکلایی که اجازه ورودم به افراد میده انحصارات رو میشکنه نهادهای ضد انحصاره اینها همه خیلی موثر هستند از جمله اینها نهادهای بازار هستند مثل بازارهای بورس که در بازارهای بورس چون رقابت بالاست قیمتها کلیر میشه قیمت ها شفاف میشه قیمت ها نشان دهنده کمیابی و ارزش ذاتی در واقع اون کالا هست یا اون دارایی هست دقت فرمودید به یه چیزی هم خدمتتون بگم خیلی جالبه ما یک کلاس مشتقات رایگان برگزار کردیم حدود دو سه هفته پیش بعد عزیزان چند نفر ثبت نام کردن یه چیزی نزدیک به هزار نفر ثبت نام کرد خب ما دیدیم امکانات ما خب بنزه هزار نفر که نیست که خیلی دست و پا زدیم تقلا کردیم هزینه کردیم که این هزار نفر رو توی یک در واقع محیطی جا بودیم جلسه اول کلاس مشتقات رایگان ما همزمان شد با مسابقات کشتی و کلاس با یه چیزی حدود نزدیک به صد نفر تشکیل شد یعنی اشتقدر بفرمایید از هزار نفر میشه به صد نفر حالا اینها مطالبی از این مطالبی که خدمت شما میخوایم ارائه بدیم مطالبی هست که در دنیا با قیمت های چند ده هزار دلاری بعض وقتا باید تهیه کنید یعنی مجموعه کل مدیریت ریسک که یک مدرکی میشه تدامان افارم فاینانشال risk management این علم علم خیلی محدودی است من خودم مدرک افارم رو دارم من شاید نمیدونم سال 2012 من مدرک افارم رو دریافت در کردم در اون زمان در ایران کسی که مدرک افارم رو دریافت نکرده بود البته من دبی بودم اون زمانی که دریافت کردم Uh, ولی بالاخره جلسه گذاشته ما رایگان گذاشتیم گفتیم شاید افراد علاقه مند من بشن بدونن که ارزش این مطالب رو بدونن uh, ولی خب بالاخره مسابقه کشتی اومد و مانع شد و حالا ما در خدمتتون هست حالا در این جلسه که ما انتظار داشتیم مثلا حدود مثلا 40 نفر سر کلاس باشن الان 77 هفت نفر سر کلاس هستن صد صد نفرم در فضای اینستاگرام حضور دارن خب دوستان بریم جلوتر پس دقت فرمودید که من از کجا شروع کردم از اینجا شروع کردم که قیمت ها دارند در بازارها و, و باید بپذیریم که از یک حدی بیشتر قدرت پیش بینی ما نداریم مخصوصا روی روی برخی از قیمت ها که نوساناتشون معمولا اندک هست ولی یک جاهای نوسانات خیلی شدید دارند دقت میفرمایید نوسان های خیلی شدید دارن کسی میدونه کدام بازار هست که معمولا نوسانات قیمتی در یک رنج خاصی قرار میگیره ولی یک جاهایی از, از،, اون محدوده به شدت خارج میشه من حالا یه مقدار اگر بخوام فنیتر خدمت شما این مطلب رو ارائه بدم دقت بفرمایید که توضیع احتمال بسیاری از فعالیت بسیاری از فرایندهای تصادفی در دنیا توزیع نرمال هست توزیع نرمال اینطوری هست که در میانگین که تعداد واقعی بیشتر اتفاق میافته هرچی از میانگین فاصله پیدا میکنی این وقایع کمتر اتفاق میافته دقت میفرمایید این توضیح نرمال هست وقتی به قیمتها نگاه میکنیم میبینیم مخصوصا در برخی از بازارهای خاص این قیمت ها مطلقا از توزیع نرمال برخوردار نیستن خود قیمت که توزیع نرمال نداره ولی تغییرات قیمت یا درصد تغییرات قیمت هم اگر شما در نظر بگیرید مطلقا توزیع نرمال نداره چه توزیعی داره یه توزیع خیلی عجیب غریبی داره چگونه هست این در واقع قیمت ها یا تغییرات قیمتی در یک وادی خاصی حرکت میکنه مثلا در 90 95 درصد مواقع یا 99 درصد مواقع مثلا بین مثبت و منفی 3 درصد روزانه تغییرات این قیمت خواهد بود اما وقتی شما آمار بلند مدت رو میبینید های اتفاق میفته که ناگهان قیمت مثلا 10 درصد بالا میره یا 10 درصد کاهش پیدا میکنه دقت میفرمایید خب حالا حالا چی کار باید کرد این چیه دیگه اینو دیگه مغز انسان به راحتی نمیتونه تحلیل کنه چون مغز انسان عادت کرده به توضیع نرمال دوستان عزیز کسی میدونه من در مورد کدام بازار دارم صحبت میکنم که توضیعش توضیع نرمال نیست من یادم از وقتی در ویژینا تک داشتم دکترا میگرفتم یه خانم اهل قبرس خانم یونانی بودن اهل قبرس بودن و ایشون رفتن روی همین توضیع این چیز کار کردن توضیع این در واقع بازار خاص کار کردن که از توضیع نرمال یعنی تغییراتش یا درصد تغییراتش از توزیع نرمال تبعیت نمی کن. بله بله دوستان بعضی تونستن حدس بزنن در کلاس ولی در اینستاگرام کسی حدس نزد خب پس چیه؟ آها مشه... به طور مشخص جفت ارزها در فارکس در جفت ارزها شما میتونید این بازار بسیار بازار فریبنده است بسیار بازار خطرناکی است چرا برای اینکه شما میتونید شش ماه پشت سر هم یک اصولی رو در بازار در واقع کشف کنید و بر اساس اون در واقع واقعیت های بازار شروع کنید به معامله کردن خیلی خوب سود کنید تمام سودتون رو در یک روز از دست بدهید چرا برای اینکه نوسانات قیمتی یک دفعه میتونه تغییر کنه حالا این با فرض این هست که توضیع فرایند احتمالی اون قیمت ثابت بماند یعنی یعنی این نوسان شدیدی که مثلا در یک روز مثلا قیمت ین نرخ ین به دلار ممکنه مثلا 10 درصد 15 درصد بالا بره یا مثلا کاهش پیدا کنه این اصلا توزیع احتمالش اصلا تغییر نکرده و این واقع اتفاق افتاده شما باید موارد دیگری رو در نظر بگیرید که توزیع احتمالی احتمال شما تغییر میکنه یعنی مثلا مثلا اینکه مثلا واریانس شما تغییر میکنه یا میانگین شما تغییر میکنه میانگین یک در واقع پدیده ای شروع میکنه به بالا رفتن یا پراکندگی مثلا فلان قی... تغییرات فلان قیمت شروع میکنه به تغییر پیدا کردن خب این الان بحث دیگری است اما اگر توضیح احتمالش ثابت موند یعنی میانگینش ثابت موند واریانسش ثابت موند علا ای حال ممکنه یک توضیع احتمال غیر نرمال داشته باشه در اون دانشوی دکتر اون کاری که انجام داد نشون داد که توضیع تی استیودنت یک توضیع خیلی خوبی هست برای مثلا بازار جفت ارز ها در بازار فارکس بهتر میتونه پوشش بده تغییرات قیمت جفت ارز ها خب همه اینها که ما داریم خدمت شما ارز میکنیم فقط داریم روی این مسئله تاکید میکنیم که ماهیت ریسک در بازارهای مالی خیلی خیلی عمیقتر نسبت به سایر بازارها نسبت به سایر پدیده های فیزیکی پدیده های دنیای طبیعی و دنیای مادی پس در بازارها شما پیچیده ترین رفتارها رو پیچیده ترین رفتارهای احتمالی رو شما در بازارها مشاهده می کنید به این مسئله باید دقت داشته باشید خب ما عرض کردیم که اگر که شما با چنین وقایعی در دنیا مواجه باشید هرچه که سطح نوسانات بیشتر باشه هر چقدر که ریسک سیستماتیک یک بازار بیشتر باشه ریسک سیستماتیک دوستان کدام بازارها ریسک سیستماتیکشون بالاتره بازار مثلا بازار ایران یا بازار کشورهای نولیبرال و فلان و غربی مثلا کدام ریسک سیستماتیک بالاتره به نظر شما <applause> بله بازار ایران به مراتب ریسک سیستماتیک بالاتره چرا چون که هر کسی میتونه در بازار دخالت کنه هر کسی مسئولین بازار خیلی وقتا در جهت منافع شخصی با ادعاها و شعارهای فریبنده سعی میکنن که در بازار دخالت کنند و اچهاف صورت میگیره در چنین بازاری حالا شما نه فقط به ابزارهای مدیریت ریسک احتیاج دارید که اتفاقا بیشتر از سایر بازارها به ابزارهای مدیریت ریسک نیاز دارید من یک مثال ناموفق از چیز خودم عرض کنم از کاری که خودم انجام دادم خدمتون عرض کنم یک زمانی یک مجموعه که اتفاقا رقیب ما هم بودن اومدن به من گفتن که فلانی بیا برای ما مثلا یک در واقع چند تا سهم معرفی کن ما میخوایم یک در واقع وبیناری داشته باشیم و من بهشون گفتم که باشه ولی شما باید کمک کنید که ما بتونیم تحلیل خوبی در بیاریم بعد خب اون دوستانم بالاخره رو نداشتن که این کارو انجام بدن من خودم تمام بچههایی که داره در کلینیک اسات با من همکاری میکردن و جمع کردم گفتم در از دو سه روز باید یک سری تحلیل خوب در بیاریم و بریم ارائه چهار تا سهام معرفی کردیم یکی از اون سهام ها سهام یک شرکت تایر سازی بود که اتفاقا طرح توسعه هم داشت و آن زمان صنعت لاستیک شاید از نظر سوداوری بهترین صنعت بورس بود و ما یعنی از نظر از نظر شرایط داخل شرکت ها وقتی در نظر می گرفتیم صنعت لاستیک صنعت بسیار مناسبی داشت دقت میفرمایید و آنچه که ما در سمینار شاید نگفتیم به افراد این بود که افزایش قیمت لاستیک در اون زمان تصویب شده بود خب ما آمدیم این رو معرفی کردیم یعنی این چهار سهم رو معرفی کردیم سه سهم دیگه بد نبودن خوب بودند. هر چند شرایط بازار به نحوی تغییر کرد که ما دیگه اون فعالیتی که قرار بود ادامه دار باشه و ما مثلا هر ماهی چند سهم رو به تمام بازار معرفی کنیم تصمیم گرفتیم که اصلا کلا متوقفش کنیم. خب با روی کار آمدن دولت جدید دولت محترم سیاست ها تغییر کرد فردی در وزارت صنعت به این نتیجه رسیده بود که اگر قیمت لاستیک بالا باشد خودروسازی ضرر می کند به این مسئله که میگن یک ده آباد بهتر از صد شهر خراب توجه نکرده بود صنعت لاستیک سازی ما صادرات داشت صنعت لاستیک سازی ما خیلی موفق بود ولی اینها معتقد بود که این چهار تا چرخ یا پنج تا تایری که در هر ماشین هست این اگر قیمتش بالا بره زیان خودروسازها افزایش پیدا میکنه بنابراین آمدند و افزایش قیمت لاستیک رو لغو کردند و کار رو به آنجا رسوندن که کل صنعت لاستیک کشور متاسفانه به ازمهلا رفت به فنا رفت متاسفانه دقت میفرمایید این یک مثال خاص این یک مثالی است که شما هر چقدر هم که پیش بینی کرده باشید تحلیل کرده باشید اصلا کل این صنعت فرو پاشید کل اون فروز تحلیل سهام یا فروز تحلیل بازار کلا تغییر کرد دقت میفرمایید اینها در بازارهایی که سیاست گذار دخالت میکنه دستش هم بازه هیچ گونه بازخواستی هم صورت نمیگیره من در تمام این سالها ندیدم یکی از این خیانت ها در نهایت به دادگاه کشیده شده باشه مطلقا بنده خاطرم نیست حتی افرادی که در مقام قدرت سعی کردن برخی از سهام ها رو رشد بدهند و مقدار بسیار زیادی پول کسب کردند حتی اینها هم هیچ وقت شما ندیدید که تحت ماخذه قرار بگیرند مورد بازخواست قرار بگیرند خب در کشوری که اینطور هست بیشتر از بقیه کشورها حتی شما به ابزار مدیریت ریسک احتیاج دارید نگویید که ما ما که کشور پیشرفته نیستیم اینها مال کشورهای پیشرفته است نه اینها مال مال شرایطی هست که ریسک بالا داره دقیق میفرمه چون شرایط ما ریسکش بالاتر هست پس به ابزارهای مدیریت ریسک خیلی بیشتر از بقیه ما احتیاج داریم یک نکته که در گذشته در کشورهای صنعتی دنیا به ویژه در کشور ایالات متحده وقتی ابزارهای مدیریت ریسک آمده بود محل سوال خیلی بزرگی قرار گرفت این بود که برخی از افراد جهت علیت رو معکوس میدیدند و اینو شما امروز هم در ایران دارید می بینید در ایران متاسفانه می بینید که جهت علیت رو متاسفانه خیلی افراد برعکس می بینند خب حالا شرایط چه بود شرایط این بود که وقتی ابزارهای مدیریت ریسک مثل مثلا مثل آپشنز مثل فیوچرز وقتی اومد ارائه شد معاملات آتی و اختیار معاملات اومد ارائه شد اینها دیدن که برخی از بازارها که متلاطم میشه از قبلش افراد میرن و شروع میکنن در واقع ابزارهای مدیریت ریسک خریداری میکنن این خیلی عجیب بود من این مثال مشخص رو خدمت شما بزنم <applause> عرض کردم من سال 2006 تا 2008 قبل از فاینانشا کریسس در سیتی بنک بودم در دوبی در بازارهای جهانی حضور داشتم و کاملا از نزدیک دیدم که چه اتفاق افتاد من 15 روز قبل از آغاز بحران بزرگ که روز 15 سپتامبر سال 2008 اتفاق افتاد بانک رو به مقصد دانشگاه سوری ترک کردم و این یکی از عجیبترین اتفاقایی بوده که در زندگی بنده افتاده دقت میفرمایید خب در اون زمان عرض کردم خدمتونه حتی یک گزارش من دریافت نکردم حتی یک گزارش که GFC یا Global Financial کرایسیس رو پیش بینی کرده باشه تمام این فروپاشی بازارهای مالی رو من یک گزارش ندیدم که پیش بینی کرده باشن هرچند خودم ایمیل های زده بودم نگرانی ابراز نگرانی کرده بودم که بازارهای مسکن در امریکا وضعیت مناسبی نداشت این رو دیده بودم اما یک چیز دیگه هم دیدم دوستان که کسی نگفت و اون این بود که یک سری <applause> ابزارهای خاص مدیریت ریسک داریم تحت عنوان کردیت دیفالت سواب شناخته میشه کردیت دیفالت سوابس سواب معاملات پایا پای کردیت پای. یعنی اعتبار دیفالت یعنی نکول no cool. میشه ابزار پوشش ریسک نکول اوراق خب این کردیت دیفالت سوابس خیلی وقتا روی کشورهای مختلف میاد چی میشه؟ میاد تعریف میشه قبل از بحران سال 2008 نه فقط در عرض مثلا شش ماه یا یک سال شاید در ارز دو سال سه سال شما میبینید که حجم خرید سی دی کرید دیفال سوابس سی دی اس ها به شدت افزایش پیدا کرد این که افزایش پیدا کرد یعنی یک سری افراد نگران فروپاشی بازارها بودند نگران ریزش بازارهای اوراق بودند و اتفاقا این میتونست به ما یک مقداری هینت بده یک مقداری هشدار بده که وضعیت میتواند دگرگون بشود وضعیت میتواند سخت بشود دقت میفرمایید خب من خاطرم از در دانشگاه وولنگونگ ما درسی داشتیم در دوبه بچه ها می اومدن سمینار ارائه می دادند. یک سمیناری بود یک بار اومدن در مورد وضعیت اعتباری دوبه همین سی رو اونجا اومدن چکار کردن؟ اونجا آمدن نمودارشو گذاشتن من دیدم این نمودار CDS از مثلا سال 2004 شروع شده در یک مح... چیز خیلی محدودی نوستان خیلی محدودی داشته تا چند هفته قبل و از چند هفته قبل همین جوری افزایش پیدا کرده رفته بالا مثل چی؟ دقیقا مثل فواره اینجوری رفته بالا من به این بچه ها گفتم که دوستان عزیز ببینید دقت بفرمایید عزیزان من شما احتمالا دیتا رو اشتباه گرفتید احتمالا این نمودار رو اشتباه برداشت کردید دقت میفرمایید این حجم از CDS اگر خریداری بشه این طور قیمت CDS اگر در دنیا بالا بره روی دوبی پس الان باید حکومت دوبی ورشکست شده باشه نمیشه چنین چیزی دوستان عزیز نشون به اون نشون که آخر همون هفته آخر همون هفته یک تعطیلی طولانی مدتی بود الان خاطرم نیست مثلا عید از احزاب از ها بود چی بود یادم نیست ولی ولی سه روز تعطیل بود در اون سه روز تعطیل دولت دبی اعلام کرد که نمیتونه به تعهداتش روی اوراق عمل کنه و جالب اینجا بود که یه روزی من رفته بودم یه خونه اجاره کنم رفتم توی ساختمان خیلی بزرگ آسمون خیلی بزرگ در این آسمان خراش دیدیم یه آقای امریکایی پسر جوان 27 ساله امریکایی یک طبقه یا چند طبقه اون ساختمون رو کلن خریده بود ما رفتیم ازش اجاره کنیم گفتم آقا شما اینجا چه کار میکنیم گفت من وال استریت بودم گفتم خب گفت من مثلا زیر سی سالم هست چند میلیون دلار کسب کردم تو بازارهای مالی و مطمئن بودم که بازارها سقوط میکنه خودم رسوندم دبی. اون زمان بازار امریکا سقوط کرده بود لیمن برادرز و اینا ایشون خیلی خیلی خوشحال بود که اومده دبی در منطقه جی ال تی دبی اومده ساختمان خریده دقیق میفرمه سال 2009 حالا ببینید ایشون که ایشون که مثلا ببینید ایشون اون مدی... ذهنیت مدیریتی ریسک که نداشته غرور جوانی در بازار وال استریت چند میلیون دلار کسب کرده بعدم گفته حرکت بعدی میرم جایی که خلاصه کسی پیدام نکنه یک مقاله هم در اکنامیست نوشتن تحت عنوان دیکاپلینگ کاپلینگ یعنی زوج شدن زوج دیکاپلینگ یعنی جدا شدن گفتن اقتصاد دنیا از اقتصاد آمریکا جداست این آقام به همین مسائل اعتقاد پیدا کرده میگو میگه حالا آمریکا سقوط بکنه کی با دبی کاری داره ولی دیدیم که وضعیت دبی بعد از سقوط لیمن برادرز در, ب... در بحران جی اف سی وضعیت دوبه از سال 2009 تا سال 2013-2014 من شاید خدمت شما عرض کنم که از وضعیت امریکا بدتر بود یعنی من خودم هزاران خودرو رو دیدم که کنار, کنار جاده پارک کرده بودن یا یک آماری دادن گفتن سی هزار خودرو در فرودگاه دوبه پارک شده بود با کلید ماشین روی خودرو قرار داشت و افراد ماشین رو گذاشته بودن از کشور خارج شده بودن دقت میفرمایید خب اینها داره چی رو نشون میده من دارم در مورد چه عرض می کنم خدمت شما حالا اون آقایی که مثلا فکر می کرد خیلی زرنگه وقتی از امریکا اومده بود بیرون نیومده بود دارایی هاشو متنوع کنه که اتفاقا در بحران ها متنوع سازی خیلی هم کاری رو از پیش نمیبره حالا وقتی شما این رو بدانید باید چه بکنید وقتی میدانید که در بحران حتی متنوع دارایی ها نمیتونه کمکت کنه اون وقت چه کار میخوای بکنی ولی نه اینکه توصیه کنیم تمام دارایی رو برو تو یک ساختمانی در دوبه یک فلو رو بخر یک مثلا طبقه یا دو سه طبقه ساختمان رو بخر چرا برای اینکه حالا متنوع سازی در بحران ها خیلی هم کمک نمیکنه خب حالا من این داستان ها رو خدمت شما عرض کردم از زندگی خودم و از تجربیات گذشته خودم هم خدمتتون عرض کردم وقتی شما اینها رو بدانید چه خواهید کرد وقتی اینها رو بدانید در واقع اینطور نیست که دست از دنیا بکشید و دیگه فعالیت نکنید نه شما سرمایه گذاری خودتون رو میکنید فعالیت های خودتون رو میکنید ولی نسبت به ریسک های بزرگ سعی میکنید خودتون رو هج کنید این واژه هجه واجه خیلی، یک واژه خیلی مهم است در ادبیات مدیریت ریسک یک واژه بسیار مهم است. در در فارسی ترجمه کردیم به پوشش پس شما سعی میکنید به کار خودتون ادامه بدید ولی در مقابل ریسک هایی که بعضی وقتا اصلا نمیدانید که این ریسک ها چه هستند شما سعی میکنید که جانب احتیاط رو نگه دارید در ادبیات مدیریت ریسک ما به دو نوع ریسک بعضی وقتا توجه میکنیم یعنی حتی اگر صد درصد مطمئن باشیم که اتفاقی نمیفته باز هم دو نوع ریسک هست که باید در نظر گرفته بشه یکی از ریسک ها رو تحت عنوان ریسک ریسک میشناسن دوستان کسی میدونه منظور من از ریسک ریسک چیه آها یکی از دوستان نکته دیگر رو گفت میخواستم الان بگم میخواستم خدمتتون عرض کنم اینجا که کسی نگفت در اینستاگرام کسی نگفت خب خدا رو شکر مطلب پس جدیده ببینید ریسک ریسک یعنی ریسک این که شما اصلا نسبت به برخی از ریسک ها اصلا اطلاعی ندارید اصلا هیچ توقعی ندارید که چنین ریسک اتفاق بیفته الان مثلا در کانال اینستاگرامی یکی از دوستان در مورد تایتانیک نوشته بود کسی پیش بینی نمی‌کرد تایتانیک غرق بشه کسی پیش بینی نمی‌کرد تایتانیک غرق بشه آفرین آفرین آقای سینا نوشتن موی سیاه یا بلک سوان این بلک سوان یعنی که قوها قوها همه سفید هستند کسی پیش بینی نمیکنه قوی سیاهی هم باشه ولی خیلی وقت بخ... میبینید که در به ندرت خیلی به ندرت یک قوی سیاه خواهیم داشت یعنی بالاخره حالا جهش ژنتیک است یا بحث دیگری نه ریسک ریسک منظورش ترس از ریسک نیست یا ریسک نکردن نیست اون مفهوم خیلی مفهوم درستیه بعدا بهش میپردازید ولی اینجا ریسک ریسک یعنی ریسک این که برخی از ریسک ها رو هیچ وقت ندیده باشی یه چیزی که هیچ وقت اتفاق نیفته اتفاق بیفته در این شرایط چه باید کرد در این شرایط شما باید خودتو آماده کنی خب و اینها کار سختیه کار سختیه چون شما همش از بقیه عقب میمونید من خاطرم هست در سال 99 شاید اولین نفری بودم که از بازار خارج شدم من در تیر ماه از بازار خارج شدم از بازار خارج شدم که به همه اثبات بکنم که این بازار به نظر من حباب داره چون به جز این که عمل بکنم راه دیگری نداشتم در حالی که میتونستم به تدریج از بازار خارج شم و سودم خیلی افزایش پیدا میکرد خیلی بیشتر میشد ولی خب یک جنبه چیزم داشت یک جنبه ملی هم شاید داشت که من میخواستم به بقیه نشون بدم که باید از بازار خارج بشید بله میگن که قویسی یک گونه از گوه حالا حالا حال اصل بحث این هست که شما قو ب... فرضتون اینه که قو همیشه سفیده ولی ممکنه که قوی سیاهی هم اتفاق بیفته دقت میفرمایید البته در مورد فیل صورتی این نیست من نیدم تا حالا فیل صورتی باشه چون مبحث فیل صورتی در روانشناسی مطرح میشه الان یه حال بگذاریم پس پس ما یک مفهومی داریم تحت عنوان ریسک ریسک یک مفهوم دیگری داریم تحت عنوان مادل ریسک مادل ریسک یعنی شما یک مدل پیشرفته ای برای پیش بینی ها ساختید که این مدل خودش ممکنه ریسکایی داشته باشه یعنی مدل بیا جای عمل نکنه دقت میفرمایید اصلا مدل های خیلی پیشیده ای تا قبل از 2008 شکل گرفته بودند که کل شرایط اقتصاد کلان رو اینها سعی میکردن تحلیل کنن یعنی مدل ها تبدیل به مگا مدل شده بودن تبدیل به سوپر مدل شده بودن تبدیل به یک مدل خیلی بزرگی شده بودند. من خاطرم از در کلاس درس پروفسور استگلیس برنده این نوبل که شرکت کرده بودم. ایشون به تمسخر گرفت این مدل ها رو حتی در مقالش نوشته بود حالا عنوان مقاله دقیق یادم نیست ولی فکر کنم بیگ داون ترن یک چنین چیزی بود بیگ داون ترن سرچ کنید بزنید استگلیس بیگ داون ترن احتمالاً همین بود همون مقاله هم سر کلاس توضیح میداد و و خیلی به تمسخر میگرفت این مدل های بسیار پیچیده اکونومتریکسی که اون زمان ساخته شده برای پیش بینی کل بازارها و در شرایط عادی اتفاقا این ها خیلی خوب عمل میکنند ولی ما در شرایط عادی مگر به مدل احتیاج داریم ما در شرایط غیر عادیه که به مدل احتیاج داریم و در شرایط غیر عادی اون مدل ریسک داره خودش اون مدل دیگه قابل قدرت قدرت پیش بینی نداره بنابراین دقت بفرمایید من شاید باید یک مقدار گفته خودم رو تصحیح کنم مسئله اینجاست که شما نه اینکه قدرت پیش بینی نداشته باشید در زمانی که نیاز به قدرت پیش بینی دارید آن قدرت را ندارید دقت میفرمایید حالا ممکن یک سردمندی نامی پیدا بشه در شرایط عادی جامعه پنج بارم بهتر از بقیه پیش بینی بکند خب چه فایده آن زمانی که وضعیت تغییر میکنه آیا شما میتونه پیش بینی کنی یا نه مثال دیگه خدمت شما بزنم من یک تعدادی افراد میشناسم اینها متخصصین بازار مسکن در ایران هستند تمامی اینها از جمله خود من در سال 96 97 پیش بینی می میکردیم که بازار مسکن به شدت رشد بکنه و همین اتفاق افتاد بازار مسکن سالها در رکود بود در خواب بود بعد از خواب زمستانی خود بیدار شد و قیمت مسکن شروع کرد به رشد کردن به یک جایی که رسید ما دیدیم که قیمت اوورولیو بازار مسکن اوورولیو شده بیش از حد قیمت رشد کرده از آنجا به بعد بود که تمام این اقتصاددانان پیش بینیشون این بود که بازار مسکن وارد رکود میشه وقتی سال 99 میپرسیدیم در سال 1400 وضعیت بازار مسکن چه خواهد شد شما برید اینهایی که سمینار پیش بینی بازار گذاشتند رو ببینید من ندیده خدمت شما عرض میکنم برید ببینید خب اکثرا گفتن 1400 بازار مسکن به رکود میرود بعد گفتن 1401 به رکود می روید. دوستان عزیز آیا 1401 بازار مسکن به رکود رفت؟ شما بفرمایید. 1401 بازار مسکن به رکود رفت یا بالاترین رشد قیمت رو در یک بازار شدیدن حبابی داشت؟ بالاترین رشد رو در یک بازار شدیدن حبابی. از حبابی به حباب دیگر رفت بازار مسکن. وای بر ما با این سیاست گذاری که در این کشور انجام میشه چرا اینطور شد چون سایر بازارها رو تو ناامن کردی تو بازار بورس تو ناامن کردی تو بازار ارز رو امنیتی کردی تو بازار طلا رو ناامن کردی تو تمام بازارهای رقیب رو ناامن کردی جایی که دستت نمیرسه و مردم میدانند که آقای دولت دستش نمیرسه همه حجوم آوردن سرمایه رفتن و بازار گران را گرانتر کردند اینها درس هایی است که در یک کشور جهان چهارمی باید یاد بگیریم دقت میفرمایید اینها درس هایی که باید یاد بگیریم که سیاست گذار میداند که افزایش قیمت مسکن به،, به خروج بسیاری میلیون ها نفر به زیر خط فقر می انجامد به سقوط افراد به زیر خط فقر می انجامد با سیاست های پوپولیستی با شعارهای پوپولیستی که انجام میده و همین اتفاق میفته یعنی مسکن گرانتر می شود به حدی میرسه رسه که در تاریخ جهان شاید سابقه نداشته که قیمت مسکن نسبت به درآمد به 130 سال برسه این در حالی هست که من که در کشور امارات زندگی می کردم در دوبه شما شاید با درآمد 5-6 سالتون بتونید یک ملک تهیه کنید بعد پس پس ببینید چقدر تفاوت خب اگر دگر در بازار ایران سیاست گذار این گونه داره عمل میکنه آیا شما باید قدرت پیش بینی هاتون رو بالاتر ببرید یا اینکه نه پیش بینی رو تا یک حدی بپذیرید بیش از اون بدانید فایده ای ندارد و بروید به سمت اینکه به نحوه نحو دیگری بیاندیشید در 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 بهار و تابستان به فکر زمستان هم باشید من یک مثال رو در یکی از کلاس ها زدم دوباره خدمت شما میزنم و این جلسه رو خاتمه میدم هرچند که اسلاید ها رو شروع نکردم و میخواستم امروز اسلاید رو ببرم جلو ولی احساس کردم این مطالبی که دارم خدمت رو ارز میکنم خیلی شاید مفیدتر باشه شاید افراد بیشتر بیاموزند از این مطالب چون ارز کردم ما مطالب ریاضی هم خواهیم گفت نمودار هم خواهیم گفت فرمول هم خدمت شما خواهیم گفت از استراتژی های معاملاتی هم خدمت شما خواهیم گفت روی همه اینها ما بحث میکنیم هیچ اشکالی نداره ولی ولی یک ولی بزرگ من خدمت شما عرض کنم ما همه اینا رو میگیم ولی ولی میخوایم که ذهنیت تغییر کنه میخوایم که بریم به سمت یک ذهنیت مدرن ذهنیت مدرن ذهنیتی هست که به تغییر شرایط اعتقاد داره آماده است برای تغییر شرایط من شاید در کلاس دیگر مثال خدمتون زدم یک روزی یک فردی در دوبه ما رو دعوت کرد به منزل خودشون گفتن مهمونی داریم زهر نهار هست شما بیایید ما رفتیم مثلا این آدرس رو پیدا نکردیم یعنی یک جایی بود یک چی بگم یه بهشتی بود و یک عرضه داخل اون کاخ رو ما ندیدیم ما در حیات حضور پیدا کردیم و چقدر مفرح و چقدر شیرین و یک سری از ایرانیانی که در دنیا موفق بودن اونجا جمع شده بودن حالا ما یه بار بر خوردیم رفتیم اونجا حضور پیدا کردیم یک آقای بود که من اسمشو فراموش کردم ولی ایشون گویا از مدیران عالی رتبه شرکت زیمنس بودند سالها پیش و بعدها خودشون کار خصوصی به صورت ونچر کپیتالیست کپیتالیست این حرفا شده بودند یعنی در پروژه خیل های خیلی خاص سرمایه گذاری ویژه و یکی از محل های اقامتشون هم خود دوبه بود من از ایشون پرسیدم آقا شما چطور در زندگیتون انقدر موفق شدید که چون من خودم سیتی ونک بودم میفهمم کسی که بره در اون رأس قرار بگیره چقدر سخته اون هم در یک محیطی مثل, مثل مثلا شرکت آلمانی ایشون به من گفت من از مادرم درس گرفتم و این درس خیلی به من کمک کرد در زندگی گفتم مادرتون چه گفته بود گفت مادرم گفت فرزندم هر وقت دیدی خورشید در آسمان داره میدرخشه، مطمئن باش که شبی خواهد آمد. خودتو آماده کن. وقتی دیدی شرایط زندگیت خوبه، به خودت قره نشو. آماده بشو برای زمانی که شرایط تغییر میکنه. و زمانی هم که دیدی که هیچ امیدی دیگه نیست. بدان که خورشید طلوع خواهد کرد و سپید دم خواهد دمید و, و دو بلخ دوباره به اون روز درخشان بر من خاطرم از وقتی کلینیک اقتصاد ما شروع کردیم بالاخره این اقبالی که همون که ما هیچ گونه از هیچ کدام از این تجهیزات رو نداشتیم نه کیفیت صدا این بود نه میکروفون این بود نه این کامپیوتر آی مک داشتیم نه این مثلا چی رو داشتیم هیچ کدوم از این امکانات رو نداشتیم ما کار خودمون رو شروع کردیم با دوره سیاست گذاری مدرن پولی و همون با یک تعداد فالوورای بنده زیر 2000 نفر بود یه چیز حدود شاید 200 نفر در کلاس شرکت کردم و خیلی خوب بود هر چه ما ادامه دادیم خیلی خوب داشت جلو میرفت خب یک روزی هم رسید گفتن سیانت تا مدت ها من اصلا هیچ کاری نداشتم نه کلاسی تشکیل میشد نه اینستاگرامی نه لایوی نه هیچی لایو هم میذاشتیم کسی نبود چون بقیه دسترسی نداشتند. خب باز ما خودمون رو تطبیق دادیم با شرایط من ادعا نمیکنم که الان روز درخشان هست ولی از اون شرایط بیرون آمدیم پس بنابراین من همین با همین توصیه خدمت شما این جلسه رو خاتمه میدم که بدانید که وقتی که روز درخشان هست باید آماده باشید برای شب تار و وقتی که در زندگیتون شب تار هست مطمئن باشید که می گذرد یک هایی برای هر کسی در زندگی پیش آمده برای خود بنده همین چند وقت پیش پیش آمد که یک شبید یک روز صبحی بلند شدم داشتم فکر می کردم دیم هیچ کدوم از کارا درست پیش نمیره هیچی هیچی اصلا باور کنید یعنی پلو خودم فکر کردم که شاید مثلا کس دیگر اگر در این شرایط باشه ممکنه که مثلا آسیب بشه سکته کنه اتفاق بیفته باور کنید تا فرداش کلا شرایط تغییر کرده بود یعنی همه چی تقریبا راستوریس شد و درست شد اما این درسی به ما میده که شاید نمیشد این مدیریت ریسک این رو میگه که آقا شما باید قدرت داشته باشید که بتوانید خودتون رو در شرایط دیگر هم قرار بدهید یعنی وقتی که زندگیتون خوبه وقتی که دارید سوداوری دارید در سال 99 در بازارها داشتید هر بال بال می از, از خوشحالی و من خاطرم هست در چند لایف شرکت کردم و اعلام کردم که بازار حباب داره و من شاید در اون لایف ها شاید چند صد تا توهین دریافت کردم یا زمانی که در مورد کریپتو پیش در واقع اعلام کردم اونها دیگه پیش بینی نبود یعنی ما میدونستیم که با شرایط پولی جهانی کریپتو نمیتونه مثلا بیت کوین نمیتونه 60 هزار دلار 70 هزار دلار باشه ولی خب اون زمانم خیلی خیلی دوستان جوانی بودن من واقعا نمیدونستم فقط دلم واسهشون شون نمیدونستم چجوری باید بتونم مدل ذهنی اینها رو تغییر بدم چجوری دستشون رو بگیرم ببرم سال 1375 که بازار بورس چند ماه همینجوری رفت بالا بعد چند ماه همینجوری اومد پایین یعنی اصلا باور نکردنی بود وضعیتی که در سال 1175 اتفاق افتاد و بعدش هم در سال 1399 اتفاق افتاد باور نکردنی بود و الان حالا بالاخره یک سوالم از به دوستان اینستاگرام خارج از کلاس اگر بخوام پاسخ بدم گفتن امسال بورس چی میشه بورسی که بورسی که دستوری خودشون میبرن بالا خودشون میارن پایین من چه عرض کنم دو سه هزار میلیارد تومن هم از این ورانور بالاخره مثل دفعات قبل میرزن تو بازار فرصت خروج به بعضی میدن بعدش چی؟ نکته اینجاست که آیا واقعا دولت میخواد سیاست ضد تورمی رو ادامه بده یا نمیخواد؟ نمیدانیم من الان نمیدونم دولت از, از نرخ رشد نقدینگی رو یه مادر کاهش داده ولی نرخ رشد پایپولی رو کاهش نداده مسئله تبدیل چپ پول به پول رو هیچ مداوایی نکرده دقت میفرمایید بنابراین شرایط از نظر من مبهمه در شرایط مبهم بپذیرید در شرایط مبهم بپذیرید که اه، اه، سعی کنید از ابزارهای مدیریت استفاده کنید از ذهنیتهای مدیریت استفاده کنید یعنی اگر قرار هست سهام بخرید نصف پولتون رو سهام بخرید یک سوم پولتون رو سهام بخرید اگر قرار هست اوراق بخرید یک سوم پولتون اوراق بخرید پس تنوع داشته باشه یک مقداری دقت میفرمایید دوست دیگر میگن پیش بینی مسکن آقا من چه پیش بینی دارم مسکن آخه ما اصلا چه کسی فکر میکرد که از در, در, دنیا اتفاق نیفتاد که به قیمت مسکن در یک کشور 130 برابر درآمدش بشه ما پیش بینی نداریم و همینجوری داره پمپاژ میکنه سطح نابرابری متاسفانه در کشور به نظر میرسه بالا بره اگر سطح نابرابری افزایش پیدا نکرده بود البته آمارها نشون نمیده ولی قیمت مسکن وقتی میبینیم افزایش پیدا میکنه یعنی ثروت در اختیار در, دست بعضی ها تمرکز پیدا کرده که این افراد میتوانند به صورت مارجینال و حاشیه‌ای قیمت کل بازار رو بالا ببرند چون ببینید از این همه تعداد مسکنی که در ایران هست حالا من نمیدونم تعداد چقدره مثلا بگید نمیدونم مثلا 18 میلیون 20 میلیون از این 20 میلیون مسکنی که در ایران هست اگر ده هزار تاش معامله بشه با دو برابر قیمت کل این بازار به اندازه دو برابر رشد میکنه در همه بازارهای دارایی این هست در بازار سهام هم این هست بنابراین اگر واقعا یک افراد دلسوزی وجود دارن خب توصیه من این هست که بروند به سمت اینکه جلوی راندها ها رو بگیرند جلوی ویژه خاری ها رو بگیرند اگر میخوان بازار مسکن رو مداوا کنن اگر میخوان بازار ارز رو مداوا کنند باید جلوی اچهاف ها گرفته بشه باید جلوی این وضعیت شرماور بانکی بیستند نه اینکه تشویق بکنن نه اینکه کسانی که این وضعیت رو به وجود آوردن تشویق این اینهاست که باید اصلاح بشه و متاسفانه اصلاح نمی شلن. دوستان عزیز بسیار خورسندم که در خدمت شما این دوره رو آغاز کردم دوره مدیریت ریسک در ابتدا به وضعیت بازارهای در واقع به تعریف سلب و آتی خواهیم پرداخت تمام نکات ریز رو انشاءالله خدمت شما ریز بریز یعنی نکته به نکته مثل قبل مثل دوره اقتصاد کلان که 129 ساعت بود و من افتخارم این هست که افراد عادی جامعه دوستان عزیز من که زحمت کشیدن تحمل کردند این 129 ساعت رو شرکت کردن کلاس اقتصاد کلان واقعا بهشون افتخار میکنم قطعا به شما عرض میکنم که حاصل اون کلاس اقتصاد کلان دانشجوی که ما داشتیم هیچی از اساتید برجسته اقتصاد کلان ایران کم ندارند اینو به طور ز... قاطع خدمتتون عرض میکنم الانم خدمتتون عرض میکنم خودم رو وقف کردم که در شش ماه آینده سطح دانش در واقع سطح پیچیدگی تحلیل و اجرا رو در بازارها افزایش بدم تمام تلاشم رو خواهم کرد یک سری افراد پیچیده و کامپلیکیتد به وجود بیان آرزوی من از روز اول که شروع کردم گفتم بالاخره من اگر الان تا الان مثلا نمیدونم 7 8 هزار نفر این دوره های ما رو خریدند 7 8 هزار تا دوره خریدند و 6 هزار نفر بالاخره از این 6 هزار نفر میتونم یک روزی 50 نفر رو جمع کنم شاید قوی ترین تیم سرمایه گذاری ایران رو به وجود بیارم که هر کدوم از این 50 نفر خودشون توانسته باشن زندگی خودشون رو تامین کنن زندگی خودشونو رو گلیم خودشون رو از آب بیرون کشیده باشن در بازاری که میپرسه وضع بازار بورس چطوره میگه وضع بازار بازار مسکن چطوره خب نمیدانیم چطوره وقتی نمیدانیم چطوره چه کار میتونیم بکنیم میتونیم بریم از اون معاملات اختیار استفاده کنیم معاملات پیچیده انجام بدیم سطح پیچیدگی کارو که بالا ببری ریسکا رو جلوشو میگیری امکان ورشکستگی رو پایین میاری مثل کشاورزی که اول خدمتتون عرض کردم اون کشاورز وقتی که ریسک قیمتی رو پوشش داد میتونه سطح زیرکش رو دو برابر کنه بعد سال بعدش دو برابر کنه سال بعدش دو برابر کنه یادم هست از از گراند رپید در میشیگان هواپیما گرفتم هواپیما گرفت یه کوچیکی بود نزدیک زمین حرکت میکرد از گراند رپید من رفتم باستن با همین دانشگاه هاروارد ام آی تی رفتیم سری زدیم چرخی زدیم اونجا تمام مسیر سبز بود. و من یک خونه اونجا ندیدم یعنی این کشاورزانی که اونجا بودند هکتاری دیگه اینا کشت نمیکردن اینها هزاران هکتاری کشت میکردند. خب ما میتونیم این کارو بکنیم شاید شما بگید چرا ما کشاورزیمون عقبه میگم به خاطر ابزارهای مدیریت ریسک شما میگید ما چرا در بازار بورس نمیتونیم خوب عمل کنیم میگم به خاطر ابزارهای مدیریت ریسک منتها مشکل مدیریت ریسک اینه که شما باید خیلی دقت کنید تیمی کار کنید با مبانی خیلی خوب آشنا بشید بعد میتونید بهره بشید بالاخره دوستانی بودن میدونم در بازار در یک سال گذشته هم در کلاس هم ما دوستانی حضور داشتن هم در سایر بازارها اینها یک مقداری کاورت کال انجام دادند کاورت کال حالا در کلاس توضیح میدم بعدا در دورهای آینده کاورت کال انجام دادن در همین بازار بورسی که نزولی بود سود خوبی کسب کردن میدونم ولی ولی فقط همین یه دونه نباید باشه باید خیلی پیچیده تر عمل کنید که انشالله سود مداوم داشته باشید دو طرفه سود کنید عزیزان من در بازار سعودی سود کنید در بازار نزولی هم سود کنید ابزار مدیریت ریسک به شما این امکان را می دهد. هم در بازار سعودی سود کنید هم در بازار نزولی سود کنید الان وقت مدیریت ریسکه الان که بازار ما معلوم نیست به کدوم سمت داره میره وقت مدیریت ریسکه ما انشالله با هم دیگه چند ماهی من خودم رو وقف کردم زندگیم رو وقف کردم برای اینکه این رو گسترش بدهم و بعد از مدیریت ریسک احتمالا ما در واقع روی کردمون خیلی تغییر میکنه روی کرد آموزشیمون دیگه اسلایدای دو زبانه نداریم اسلایدامون به زبان انگلیسی خواهد بود مبتنی بر افارم و سی اف ای خواهد بود مبتنی بر آموزش اکادمیک هرفهی خواهد بود و علاوه بر اون اگر که بتوانیم در تیمی حضور پیدا کنیم تیمی رو تشکیل بدیم سال هاست که بنا اینو داشتیم که یک جمعی به وجود بیاریم که به افراد نه سیگنال بدهیم با هم بیاموزیم و با هم سود کنیم میخوام این کار رو انجام بدم اگر شد اگر قسمت اگر قسمت شد اگر زنده بودین میخوایم بریم بیشتر روی بازارها تمرکز کنیم پس پس چه شد پس ما در کلینیک اقتصاد یک مقداری روی کردمون بعد از دوره جامعه مدیریت و مشتقات تغییر خواهد کرد هم از نظر اکادمیک تغییر خواهد کرد هم اینکه میریم به سمت اینکه تحلیل بازارها داشته باشیم چند نفر من دیدم البته در خارج از کشور بودن بیشتر که خیلی رو بازارهای مالی بینالمللی اینها تمرکز دارن فوکس دارن و بسیار قشنگ عمل میکنند حالا شاید شما انتظار داشته باشید من به عنوان اینکه مثلا فردی که در بازارهای بینالمللی حضور داشتم در مثلا بانک های حالا قسمت بوده دیگه یعنی بار خورده رفتیم مثلا تو بانک خوبی حضور داشتم و آموزش دیدیم ولی باور کنید این افرادی من دیدم اصلا رشتهشون اقتصاد نبوده رشتهشون هم فایننس نبوده اصلا در این نهادها حضور نداشتند ولی میبینم ماشاءالله چه تحلیلایی میکنن آدم حزم میکنه حالا نمیخوام اسم بیارم ولی حزم میکنم بعضی وقتا میبینم چون نمیشه چون از نزدیک نمیتونم توصیه بکنم به افراد ولی اون چیزی که شنیدم و اینا خیلی خوب بودن ان بنا دارم ان تعداد زیادی ایرانی ماشاءالله پرورش بدیم در دنیا بتونن حرف اول بزنن دقیقا حضور داشته باشم در بازارهای بنامه دوستان عزیز بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستیم خیلی منت گذاشتید در این جلسه شرکت کردید همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم دوستانی که در اینستاگرام حضور داشتن شما رو به خدای بزرگ میسپاریم اگر علاقه من بودید هنوز کلاس قابل ثبت نام هست ما در خدمتون هستیم خدا یار و نگهدارشون